برای مهاجرت به چه مهارتی نیاز داریم؟ چه کاریه که میتونه توی مهاجرت، تو حین مهاجرت و حتی بعد از مهاجرتمون برای ما پولساز باشه تا زمانی که بتونیم جاگیر بشیم توی کشور مقصد؟ درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و بنا به درخواست شما عزیزان و فراخور حال و هوایی که داخلش هستیم، میخوام که در مورد مهاجرت باهاتون صحبت بکنم. مهاجرت یک رویداد غم انگیزه. در واقع هر جدا شدنی غم انگیزه، هر کوچی غم انگیزه. منتها مهاجرت به خاطر اینکه در ذات خودش خراب کردن پشت سر، یعنی شما قصد برگشت ندارید، باز غم انگیزتره. همه ما خیلی از دوستانی رو میشناسیم که رفتن از کشور و خیلی در واقع بعضی وقتا دلمون براشون تنگ میشه، یادشون میکنیم. خیلی ها رو میشناسیم که اصلا خیلی ها ممکنه همین الان ویدیو رو ببینن که خارج از کشورن، هر از گاهی یاد قدیم میکنن، یاد خونه و خانواده میکنن، یاد شهر و سرزمینشون میکنن. بنابراین مهاجرت چیز غمگینی. اما برای کسایی که میخوان به فراخور شرایط مهاجرت کنن، چه کسب و کاری داشته باشن که بتونن حداقل یه سود خوبی رو ماهانه کسب بکنن، اونجا در نمونن، بتونن یه پولی در بیارن که بتونن به زندگیشون بزنن، یه جوری زندگیشون رو بگذرونن. خب برای این عزیزان، قبل از این من اجازه بدید که یه نکته رو بهتون بگم و اون این که مهاجرت هم اگر میخواید بکنید، من خواهشم اینه که مهاجرت کنید به قصد یک در واقع زندگی با کیفیت تر، به قصد رشد و توسعه و پیشرفت و به قصد اینکه برید و اونجا امکانات بهتری داشته باشید، رشد پیدا بکنید، تحصیل بالاتری داشته باشید، آدم بهتری بشید. نه اینکه فرار بکنید از شرایط، تازه برید اونجا بگید آقا چی میشه، حالا بریم ببینیم چی میشه، فقط از اینجا بریم، فقط حالا از اینجا بریم ببینیم اونور، حالا هر چی باداوات خوبه، هر چی پیشاید خوشاید. اینا این مدل مهاجرت، مهاجرت خوبی نیست دوستان. اینو من بهتون اجازه بدید به تجربه بقیه دوستان بگم. خیلی ها رفتن ترکیه موندگار شدن، حالا نمیخوام قصه حسین کرد بگم. ببینین، شما برای اینکه مهاجرت انجام بدید باید یه مقداری سرمایه با خودتون داشته باشید. اگر در مورد بازار ارز دیجیتال بدونید، میتونید راحت‌تر این سرمایه رو منتقل بکنید اون طرف. به صورت ارز دیجیتال بدون دردسر میتونید منتقلش کنید و با خودتون ببرید. و اگر که شما یک مهارت خوبی رو یاد بگیرید، مهارت معامله‌گری توی بازار جهانی، مثل بازار فارکس، مثل بازار ارز دیجیتال، اگه یاد بگیرید کجا بخرید، کجا بفروشید بدون دغدغه، اون طرف توی مهاجرتتون بعد از این که حتی مهاجرتتون تکمیل شد و در واقع جاگیر شدید و اقامت گرفتید یا هر چیز دیگه، یه درآمدی در کنار درآمد اصلیتون دارید، یا حتی میتونه این در معامله گری درآمد اصلی شما باشه. فرض بکنید مثلا شما 10000 دلار دارید. حالا 10000 دلار واقعا عدد زیادی نیست برای مهاجرت. مثلا الان توی زمان ضبط این ویدیو میشه حدود 260-70 میلیون تومان. شما 10000 دلار اگر داشته باشید، این 10000 دلار میتونه برای شما ماهانه 1000 تا 4-5000 دلار درآمد داشته باشه، اگر بدونید چطوری توی بازارهای جهانی، توی بازارهای مالی معامله بکنید. خب شما اگر توی یک کشور اروپایی برید، 2000 یورو در ماه، یعنی که دیگه درآمدتون جوریه که دستتون به دهنتون میرسه. یا توی آمریکا حدود مثلا 3000 دلار دیگه جوریه که شما یه زندگی روتین و خوبی رو میتونید داشته باشید با یه سرمایه اندک، منتها مهارت کافی. خب این مهارت رو ما چجوری میتونیم کسب بکنیم؟ پس تا اینجا بذارید جنبندی بکنیم. تا اینجا ما دونستیم که برای مهاجرت اگر مهارت خرید و فروش و معامله توی بازار جهانی رو یاد بگیریم، این میتونه یک کمک خیلی خوب باشه بهمون تو حین مهاجرت، تا زمانی که مدارکمون تکمیل میشه، تا زمانی که از لحاظ قانونی اجازه اقامت پیدا میکنیم و حتی بعد از اون. یعنی ما در نمیمونیم دیگه. و حالا چجوری این مهارت رو کسب بکنیم؟ این مهارت رو اگر میخواد کسب بکنید، این قسمت ویدیو رو با دقت گوش بدید. دوره رایگان ارز دیجیتال رو توی یوتیوب کامل ببینید، دوره رایگان تحلیل تکنیکال رو کامل ببینید، دوره فارکس رو هم گذاشتیم براتون، دوره بورس هم گذاشتیم. این 4 تا دوره رایگان رو ببینید. اگر که میخواید دیگه خیلی راحت معامله بکنید، آقا یه چیزی باشه بهتون میگه کجا بخر، کجا بفروش، من یه روش معاملاتی دارم که میتونید توی اینستاگرام به ما پیام بدید، بچه‌ها راهنماییتون میکنن که چطوری بتونید این روش رو
خریداری بکنید و در کنارش یه دوره بسیار خوب و یکی از بهترین دوره‌هایی که همین الان توی دنیا بسیار بابه و همه دارن ازش استفاده میکنن به اسم دوره پرایس اکشن و حالا ما به اسم دوره معامله مطمئن روانشناسی معاملات و پرایس اکشن خدمتتون ارائه میدیم. این رو هم میتونید ببینید به صورت رایگان اگر روش معاملاتی رو تهیه بکنید و بعد یکم اینجا تمرین بکنید، همینجا تو این رفتنتون یه ذره تمرین بکنید، یه ذره نگاه به نمودار بکنید، یه ذره دستتون بیاد چی به چیه و بعد کم کم با سرمایه کم شروع بکنید، یکم که بازار دستتون اومد، حالا هوا دستتون اومد، دیدید میتونید معامله بکنید، دیگه بدونید که خارج از کشور هم هر جایی هم که مهاجرت بکنید مشکلی نخواهید داشت. ممکنه بگید آقا نقل و انتقال مالی یا تبدیل اینها به تبدیل ارز دیجیتال مثلا به پول نقد شاید دشوار باشه. نه اینطور نیست. یه سری وبسایت ها هستن که اصلا محدودیتی برای ایرانی هم نذاشتن. شما میتونید همینجا توی کشور داخلش ثبت نام بکنید، یاد بگیرید، معامله بکنید، بعدم که رفتید خارج از کشور اونجا هم در واقع به معاملاتتون ادامه بدید و حالا اونجا تبدیلش بکنید پولتون رو، یا یکی راهی پیدا بکنید یا یک صرافی که اون کشور مقصد داره عضوش بشید و پولتون رو اونجا تبدیل بکنید به ارز فیات اون کشور. در هر صورت مهاجرت مسئله غمگینیه ولی یک حقیقت دنیای امروزه و امیدوارم من بتونم با آموزشایی که براتون گذاشتم، با محصولاتی که داریم، بتونم بهتون کمک بکنم که یه ذره از درد مهاجرت کمتر بشه، یه ذره از غم این مهاجرت کمتر بشه و حداقل دغدغه مالی داخلش وجود نداشته باشه. دوستتون دارم، انشالله همیشه پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.